یو سلام سلاطین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج خودتون. توی این پست میخوایم در مورد افسردگی صحبت کنیم. حتما شده یه جایی رفتی نشستی به یکی میگه حالت چطوره، میگه حالم خوب نیست، افسردم، یا با یکی دیگه صحبت میکنی میناله. توی این وضعیت قاراش میشیم که ما داریم، ممکنه خیلی ها این روحیه ناخوب و این روحیه افسردگی رو داشته باشن و امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که آیا واقعا شما افسرده هستین یا نه، و آیا نیاز به دارو دارین یا نه. میخوایم یک تستی رو با هم دیگه حل کنیم تا شما بتونین تشخیص بدین که افسرده هستین یا خیر. حتما ادامه پست رو با من باشید، اما قبلش لایک فراموش نشه و اگه سابسکرایب میکنید کامنت انگلیسی بذارید، اینستای من هم این پایین میاد، فالو کنید. برو بریم. دوستان، برای اینکه این تست رو با هم دیگه حل کنیم، یه سوال تستیه که 9 تا تست داره و جوابش بله خیره. تست اول، مود افسرده. آیا شما مودتون افسرده است یا نه؟ یعنی اگه یکی از شما بپرسه حالت چطوره، شما در جواب این سوال خواهی گفت که برار حالم خرابه، بلال حالم افسرده است یا نه؟ بله و خیر، جواب این سوال رو بدید. دو، احساس عدم لذت. آیا شما نسبت به کارهایی که قبلا انجام میدادین و از اونها لذت میبردین، آیا الان هم لذت میبرین یا خیر؟ مثلا شما میتونی از خودت بپرسی من قبلا میرفتم بیرون، توی خیابون راه میرفتم، حال میکردم، ولی الان اینجوری نیستم. من قبلا کنار خانواده میشستم، از همنشینی با اونها لذت میبردم، اما الان اینجوری نیستم. من قبلا رانندگی خوشحالم میکرد، اما الان اینجوری نیستم. پس سوال دوممون این شد که آیا از کارهایی که قبلا بهتون لذت میداد الان اگه انجام بدین لذت میبرین یا نه. 3، کاهش یا افزایش وزن و یا کاهش و یا افزایش اشتها. اینا همه یک تسته، یعنی کاهش یا افزایش وزن. شما اگه کاهش وزن داشته باشین یا کاهش اشتها، فقط یه دونه مثبت میگیره، فقط یه تست شما رو مثبت میکنه. اوکی، پس کاهش یا افزایش وزن و یا کاهش یا افزایش اشتها. 4، کاهش یا افزایش خواب. اگه شما خوابتون کم شده و یا خوابتون زیاد شده، این تست رو باید مثبت بزنی. 5، آژیتاسیون یا کندی روانی حرکتی. این یعنی چی سلاطین؟ آژیتاسیون یعنی حالا نه در این حدها، یعنی شما بیقراری، شما بیهود، شما مضطربی، شما توی فعالیتات بیقراری. اوکی، و یا از اون طرف کندی، یعنی مثلا آقا این چسبی که اینجا افتاده رو بهت یکی میگه، این چسبی که اینجاست رو یکی میگه بهت بده، بیا برار. اوکی، این میشه کندی روانی حرکتی. اگه شما آژیته هستی و یا کندی روانی حرکتی داری، توی این تست مثبت میگیری. 6، احساس خستگی یا فقدان انرژی. شما انرژیتون کم شده، شما حوصله انجام یک کار رو نداری، گشاد شدی رفیق، نمیتونی کاری رو جوری که قبلا انجام میدادی انجام بدی، حوصله نداری از رو تختت پاشی، حوصله نداری از رو مبل پاشی بری برای خودت غذا گرم کنی. و این مورد اگر درون شما وجود داره، این تست هم مثبت میگیره. 7، احساس بی‌ارزشی و احساس گناه. شما خودتو بی‌ارزش میدونی،
خودتو دوست نداری، حالت از خودت به هم میخوره و یا احساس گناه داری. حالا این احساس گناه میتونه به هر علتی درون شما وجود داشته باشه که علت مهم نیست، مهم اینه که تو احساس گناه میکنی، احساس میکنی که کار خوبی انجام ندادی، احساس میکنی یک فرد گناهکاری و یا اینکه حالت از خودت به هم میخوره. اگه توی این موارد مثبت هستین جواب این تست رو مثبت بدین. 8. کاهش تمرکز. اگه تمرکزتون کم شده، حالا این تمرکز میتونه توی کار باشه، توی درس خوندن باشه، توی امور معمولی و روتین زندگیتون باشه، شما جواب این تست رو مثبت باید بدین. 9. افکار مرگ یا افکار خودکشی. حالا یا ممکنه شما مستقیما دوست داشته باشی تو فکر خودکشی باشی، یا اینکه افکار مرگ داشته باشی. یعنی اگه ازت بپرسن دوست داری دنیا تموم شه، بگی آره، این زندگی بی ارزشه، آره دوست دارم این زندگی شدیدن تخمی تموم بره، برار حالو از این زندگی به هم مخوره، اصلا دوست دارم که یک زلزله بیاد کل ایت کشور با خاک یکسان شه، دوست دارم کل این مردم آتیش بگیرن، دوست دارم کلن همه چی فینیش، دوست دارم همین امروز رفتم بیرون یک ماشین بزنه بهم بمیرم. اینا یعنی شما فکر مرگ یا فکر خودکشی داری و جواب این تست رو باید مثبت بدی. خب سلاطین، برای تشخیص افسردگی شما باید 5 تا از این 9 موردی که من بهتون گفتم رو تیک مثبت زده باشین، که حتما یه دونه از این 5 تا باید جزو مورد 1 یعنی احساس افسردگی، یا جزو مورد 2 یعنی کاهش لذت کارهای گذشته باشه. یعنی شما 5 تایی که مثبت میدین، حتما و حتما باید یه دونش از این مثبت ها جزو مورد 1 و 2 باشه. نکته بعدی این که حتما باید این اختلال افسردگی توی فعالیت‌های روزمره شما، یعنی توی کار شما و یا توی زندگی شما اختلال ایجاد کرده باشه. و نکته بعدی این که باید این علائم حداقل به مدت 2 هفته درون شما وجود داشته باشه. و یه چیز خیلی مهم که ماها یادمون میره اینه که به خاطر مصرف دارو یا به خاطر بیماری های جسمی و یا به خاطر مصرف دراگ نباشه. یعنی شما اگه مشکل تیروئید داری و تیروئیدت کمکاره، ممکنه همه این علائم رو داشته باشی. کسی که تیروئید کمکاری داره و درمان نمیکنه این تیروئید کمکارشو، ممکنه خیلی این از این علائمش مثبت باشه، خوابش به مشکل میخوره، اشتهاش به مشکل میخوره، انرژیش کاهش پیدا میکنه، از کارایی که قبلا میکرده لذت نمیبره و کلن مودش توی حالت پایینی قرار میگیره. خب شما افسرده نیستی، شما باید بری اون درمان تیروئید تو انجام بدی. یا کسی که دراگ میزنه، خب تو ممکنه آقا یک دراگی داری میزنی مثل شیشه، یه دراگی داری میزنی که یا مثل و حتی بعضی مواقع ماریجوانا، که این دراگ باعث همه این علائم درون تو میشه و تو تا موقعی که اون دراگو کنار نذاری نمیشه برای تو تشخیص افسردگی گذاشت. دوست خوب من، یعنی تو اگه داری یه دراگ میزنی، حالا میتونی از داروهای ضد افسردگی استفاده کنی در کنارش، ولی احتمال خیلی بالا وجود داره که تو اگه اون دراگ رو کنار بذاری علائم افسردگیت کاهش پیدا کنه. و از اون طرف داروها، بعضی داروها مثل داروهای خواب میتونه تو رو توی این شرایط قرار بده، روی اشتهای تو تاثیر بذاره، روی خواب تو تاثیر بذاره، روی انرژی تو تاثیر بذاره، تمرکز تو کم کنه و مود تو روی حالت پایین قرار بده. برای همین نیازه که شما برای این که بگیم افسردگی شما یک افسردگی ذاتی، یک افسردگیه که به خاطر روح شما و به خاطر روح که نمیشد، به خاطر این تغییر مولکولهای شیمیایی درون مغز شما اتفاق افتاده، شما لازمه که 1 ناشی از مصرف یک دارو نباشه، 2 ناشی از مصرف یک دراگ نباشه، و 3 به خاطر بیماری های جسمی نباشه.
دوستان اگه افسردگی شما یک شرایط خیلی تهدید کننده حیات رو برات به وجود آورده باشه، یعنی چی؟ یعنی این بیهشتهای تو از بس شدید باشه که تو میبینی یه روز غذا نمیخوری، دو روز غذا نمیخوری، در این مواقع شما لازمه به روانپزشک مراجعه کنی. یا اگه شما افکار خودکشی داری، حتما اگه افکار خودکشی داری باید به روانپزشک مراجعه کنی. شوخی بردار نیستش رفیق، مخصوصا الان که تو بیمارستان تو میری واقعا سن خودکشی و سویساید اومده پایین، واقعا سن خودکشی اومده پایین. برای همین اگه تو افکار خودکشی داری و یا اینکه یک شرایط تهدید کننده حیات برات به وجود اومده، واجبه بر تو که به روانپزشک مراجعه کنی و خودسرانه نری دارو مصرف کنی. دوستان برای درمان افسردگی باید و واجبه که ما یه دونه ویدئوی جدا درست کنیم. برای همین اگه دوست داری راجع به درمان افسردگی باهات صحبت کنم، حتما توی کامنت ها بنویس تا پستش ساخته بشه، چون این پست خیلی طولانی خواهد شد اگه من بخوام راجع به درمان افسردگی صحبت کنم، چون هزاران رقم دارو وجود داره، هزاران رقم. ولی اگه بخوام فقط یه دارو بگم، فلوکستینه. به نظر من فلوکستین یا سرترالین میتونه داروی خوبی باشه، اما حتما باید این داروها زیر نظر پزشک مصرف بشه، حتما زیر نظر پزشک، تا شما عوارضش درون شما پایش بشه و اینکه بهتون بگه چجوری این دارو رو مصرف کنین. و این داروهای ضد افسردگی درسته خیلی معجزه قرن هستن این داروها، اما برای اینکه شما بتونین ازش فایده‌ای دریافت کنید نیازه که زیر نظر یک پزشک مصرف کنین و از مصرف خودسرانه داروها پرهیز فرمایید. عاشقتونم، امیدوارم که استفادهش رو برده باشیم و امیدوارم که هیچ کدومتون افسرده نباشین و بتونین حال دل خودتون رو از درون خوب کنین، که خواهد شد، واقعا میشه و یک بحث خیلی طولانی این مسئله، چون من خودم تونستم و اگه یه نفر میتونه بدون تو هم میتونی، چون درون همه ما یک چیز مشترکی قرار داره که ما فقط کافیه بهش ایمان داشته باشیم، از این حرفای انگیزشی پشمنبری. عاشقتونم، باز هم میگم لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید، و اگه دوست دارین در مورد درمان افسردگی صحبت کنم توی کامنت ها حتماً بگید. خاک پای شما، سرمه چشمای من، دکتر سنا دوستتون داره و تا دیداری دیگر. اینجوری بود.